سلام و درود دوستان عزیز. با یک ویدیو اختصاصی در زمینه دستگیری هنرمندان و یوتیوبران افغان از جمله سلحشور کمرک خوش آمدید. در ادامه دستگیری یوتیوبرها و هنرمندان توسط طالبان، بعد از اجمل حقیقی این بار خبر دادند که آقای سلحشور که از منطقه کمرک جاغوری ولایت غزنی میباشد نیز بازداشت شده است. آقای سلحشور در سریال برادر شکاک در منجی استودیو به شهرت رسید و بعد از آن در شبکه‌های اجتماعی از جمله یوتیوب و فیسبوک فعالیت می‌کرد و دنبال کننده‌های زیادی داشت. اما همکنون متاسفانه در زندان طالبان با تمام همکارانش به سر می‌برد. گفته شده است که روز دوشنبه تاریخ 5 دسامبر زمانی که آقای سلحشور با همکارانش در منطقه 12 امام در دشت برچی کابل در جریان کار و فیلمبرداری در دفترشان بودند، طالبان به خانهشان که همان محل کارشان نیز بود یورش برده و تمام آنها را با بی احترامی تمام و استفاده از الفاظ رکیک بازداشت کردند. موضوعاتی چون فرهنگ هزارگی، موضوعات تفریحی و گاهن موسیقی یا دنبوره از جمله موضوعات فعالیت آقای سلحشور و همکارانش بودند. گفته شده است که طالبان او و همکارانش را به جرم ترویج فحشا اندوباری بازداشت کرده است، در حالی که ویدیوهای آقای سلحشور با در نظر داشت تمام شؤونات اسلامی و بدور از هر گونه موضوعات غیر اخلاقی ضبط و منتشر شده است. درباره چگونگی بازداشت وی گفته های مختلفی وجود دارد، اما طبق گفته های یکی از نزدیکان وی، آقای سلحشور توسط رقبا و دوستان نزدیکش به طالبان راپور داده شده و آدرس دقیق آنها را نیز همین شخص به طالبان داده است. آقای سلحشور تنها کسی نیست که به جرم فعالیت در یوتیوب توسط طالبان بازداشت می شود. چندی پیش اجمل حقیقی و همکارانش به جرم اهانت و آیات قرآن بازداشت شد که تا اکنون در زندان طالبان به سر می برد و پدر وی از درد و رنج فرزندش به مشکلات روانی دچار شده است. در ابتدا طالبان وی را به جرم اهانت به قرآن بازداشت کرد، اما چون این آیات در اصل توسط غلام سخی یکی از همکاران اجمل و اشتباه خوانده شده بود، طالبان اجمل حقیقی را بعداً همانند آقای سلحشور به جرم بی‌بندوباری و ترویج فحشا و بردن دخترها به خانه‌های به اسم دفتر و غیر موارد متهم شناخت و زندانی کرد. همچنین در اتفاق مشابه طالبان طبق اطلاعات قبلی کارمندان چینل کابل لاورز را به جرم مشابه بازداشت کردند و سرنوشت آنها تا اکنون اطلاعاتی در دسترس نیست. چندی پیش نیز کارمندان وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان در کابل یک یوتیوبر زن و تصویربردار مردش را به دلیل مصاحبه با مردان بازداشت کرده و از یوتیوبر زن تعهد گرفته است که دیگر با مردان مصاحبه نکند. و گفته منابع، این یوتیوبر در ساحه حوزه 5 شهر کابل عین مصاحبه توسط کارمندان امر به معروف طالبان بازداشت شده است. طبق گفته های این منبع، طالبان به این یوتیوبر زن گفتند که گفتگوی یک زن با مرد خلاف شریعت بوده و او مرتکب این عمل شده است. به گفته او، طالبان این خانم یوتیوبر را پس از چند ساعت بازداشت تحت ضمانت آزاد کرده و از او تعهد گرفته است که دیگر به کارش ادامه ندهد. منبع می‌افزاید که همکار مرد او نیز هنوز در بازداشت طالبان به سر می‌برد و از یوتیوبر زن نیز خواسته شده است که روز چهارشنبه دوباره به حوزه حاضر شود و تلفنش را که برای بررسی نزد طالبان است ببرد.
و گفته که این کارمند چینل یوتیوب در مورد ثبت برنامه پیش از پیش با مسئولان امنیتی طالبان در ساحه صحبت شده بوده، اما کارمندان اداره امر به معروف طالبان بدون توجه به این موضوع آنان را بازداشت کردند. این در حالی است که خبرنگاران زن در زیر حاکمیت طالبان با مشکلات زیادی روبرو است. در بعضی نشست‌های خبری به خانم‌های خبرنگار اجازه حضور دادن نمی‌شود. دوستان عزیز، این بود آخرین گزارش‌ها از دستگیری یوتیوبرها که تقدیمتان شد. شما دوستان عزیز نیز اگر یوتیوبر هستید مواظبتان باشید و از گفتگو حتی با دوستان نزدیکتان در زمینه کار در یوتیوب پرهیز نمایید. تا ویدیوی بعدی شما را به الله منان می سپارم. شاد و پیروز باشید.